از هشدار بسیج مردمی تا گم شدن پرونده ترورهای زنجیره‌ای. اگر یکی توطئه‌های ادامه پیدا میکنم، دکتر صاحب عبدالله ششتر رئیس بی جمهور هم شاید بشنوه. من میگم که یا این ملت بسیج کنین، و اگر بسیج نمیکنین ما این ملت بسیج میکنیم. قهرمانای از این قبیل ما تقدیم رای خدا کردیم و این قهرمانا را در میان خود داریم. پس ملت افغانستان ملت ضعیف نیست. افغانستان حکومت مزدور را قبول نمی کند. همینجا باشین، تعلیم کنین و این خاکتان را بهتر از جای بسازین که بوجه کنا می کنین. 14 سال از ترور احمد شاه مسعود گذشت. با مجموعه خبری ساعت 10 با من یماس یاوش خوش آمدید. از هفته شهید و سال روز ترور احمد شاه مسعود در مراسم ویژه یاد بود شد. رئیس جمهور غنی در پیامی میگوید که یاد بود از قربانیان حکومت را وادار میسازد تا برای پایان جنگ و خونریزی در کشور با اراده محکم عمل نماید. در این حال عبدالله رئیس اجرایی میگوید در همسایگی افغانستان کشوری است که هراس افغانی را تقویت میکند و خواب سقوط افغانستان را میبیند. با نواختن سرود ملی اکنون گام های مقام های حکومتی به سوی منار مقاومت در چارای احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور برداشته می شوند. احمد شاه مسعود دو جنگ بزرگ میهنی را، یک جنگ بر ضد روس ها و یک جنگ بر ضد پاکستانی ها، در تاریخ معاصر کشور قهرمان دو جنگ بزرگ میهنی است. قطع زنجیری ممکن نیست بدون ستون پنجم داخل دستگاه دولت، و اون نسبت دولت هر چه عاجل‌تر اینا شناسایی کنه تا بتونیم که بالاخره یک توقف بتیم این قطع زنجیری در افغانستان. در غیر صورت بسیاری شخصیت های افغانستان اینا دارن برنامه دارن که از بین ببرن. اینجا در خیمه لوی جرگه گوی بزرگ داشت از هفته شهید و سال روز ترور احمد شاه مسعود بود. این همایش نیز هم مانند سالهای دیگر رنگ و بوی سیاسی می گیرد. رئیس جمهور غنی در پیامی می گوید که این همایش تنها یاد بود از جانبازی های شهدا و تسلیت به خانواده آنان نیست. ده شهیدان لپاره ده غند و مقصد یوازی دان نده چه ده دوی ده قربانه ی درناوی وکرو او ده دوی لکورنه سر خواخوگی سرکنده کرو، بلکه مقصد دا هم ده چه ده ظلم، بیرحمی او خونریزی ده ختمول لپاره خپل اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کرو. در این همایش رئیس اجراییه، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و برخی از چهره های جهادی موضع‌گیری های تنده در برابر پاکستان گرفتن. قهرمانای از این قبیل ما تقدیم رای خدا کردیم و این قهرمانا را در میان خود داریم. پس ملت افغانستان ملت ضعیف نیست. افغانستان حکومت مزدور را قبول نمی کند. اما قوت ملک ما، قوت مردم ما، قوت کشور ما در تعهد راستین به آرمان‌های شهدا و در تعهد واقعی به منافع ملی کشور باشد. در همین حال آمد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که افغانستان زخم‌های زیادی خورده است، اما هیچگاه از پا نیفتاده است و از جوانان میطلبد که کشور را ترک نکنند. ترک نکنین وطنتان را، همینجا باشین، تعلیم کنین و این خاکتان را بهتر از جای بسازین که بونج پناه میبرین. از هفته شهید در حالی در کشور یاد بود می شود که افغانستان هر روز گواهی کشته شدن مردم بیگناه است. در همین حال عبدالرب رسول سیاف به پاکستان هشدار می دهد هرگاه در فکر شکستن افغانستان باشد، پیش از افغانستان خودش شکسته خواهد شد. این رهبر جهادی که در همایش یاد بود از هفته شهید می گوید که یا حکومت ملت را بسیج کند و یا خودش این کار را خواهد کرد. از هشدار عبدالرب رسول سیاف به پاکستان و دیگر همسایگان افغانستان و جامعه جهانی تا غیر اسلامی خواندن گروه طالبان. تحریک طالبا نه در آغوش اسلام و نه در آغوش افغانستان زاده شده. تحریکی است که نه اسلامی گفته میتانیمش نه افغانی گفته میتانیمش.
ما به صفت یک طالب شریعت، به صفت یک متعلم شریعت گردن خود از سرشان خلاص میکنم که مردشان شهید نیست. این رهبر جهادی تأمین صلح و ثبات را در پاکستان و دیگر کشورهای منطقه وابسته به صلح و ثبات در افغانستان میداند و به پاکستان این گونه هشدار میدهد. خدا شاهد است که سلامت شما در سلامت افغانستان گره خورده. اگر کدام وقت خدا نخواسته به این مصمم شدین که افغانستان بشکنانه و به این مصمم شدین که این ملت و ایران کنین، به یقین بفهمین که شکستن شما پیش از افغانستان خواهد بود. این رهبر جهادی میگوید که هیچگاه رهبران جهادی در فکر چپه کردن این نظام نیستند، اما نگران آن هستند که هرگاه اصلاحات به میان نیاید این حکومت خود از هم نپاشد. مردم فکر میکنند که اینا مخالف نظام هستند و در صدد چپه کردن نظام هستند. علیاذ بالله، چیزی که ما با دست خود جور کردیم چرا با دست خود چپیش کنیم؟ هرگز نه. این پروپاگاندا کلش غلط است، کلش. مگر تشویش داره. تشویش ماده است که اگر اصلاحات نبیه، کجی ها راست نشد. تشویش ما ازیست که خود به خود با وجود کوشش های نگاه کردن ما خود به خود خدا نخواسته بروی نفته که برای از او ما هیچ پیش بینی نداره. عبدالرب رسول سیاف یکی از چهره های با نفوذ جهادی در کشور است که بارها موضع گیری های تندی در برابر طالبان و پاکستان داشته است و این بار نیز در کنار این موضع گیری از مردم می خواهد که از نیروهای امنیتی کشور پشتیبانی کنند و این نیروها را مجاهدین راستین کشور می داند. ادامه جنگ در کشور هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیرد. در این نبردها که در حدود چهار دهه را در بر میگیرد، شمار جانهایشان را از دست دادند و برخی دیگر معیوب شدند. خانواده های کسانی که در این جنگ ها عزیزانشان را از دست دادند از طرف های درگیر میخواهند تا از جنگ دست بکشند. جنگ هزاران خانواده را در افغانستان داغدار ساخته. از کسی را اولادش را و از کسی را پدر، از کسی را مادرش را گرفته. یکی از این خانواده ها خانواده یوسف است. یوسف چند ماه پیش در هلمند کشته شد و مادرش را ماه هاست که به داغ خود نشانده. یوسف به حیث پلیس امن و نظم عامه در هلمند خدمت می کرد. باید اینجا تیر که چهار سه روزی در رفت. برام زنگ زد مادر که من میایم. ما شما رای میکنم. یک چهار روز دیگه ما هستیم با میایم. اونا چهار روز با جنازه شد. خانواده یوسف در حدود 20 سال است که در یک اتاق کوچک زندگی میکنند. ریزاگل مادر یوسف صفاکار یک مکتب است. او میگوید که صادق فرزند بزرگش 13 سال پیش ناپدید شد. اما همه اعضای خانواده چشم امید به یوسف بسته بودند. پدر یوسف فلج است. او میگوید آرزو داشت فرزندش با خدمت به ملت و وطن زندگی بهتری برایشان بسازد. عبدالغیاس قربانی دیگری از جنگ است. او 12 سال است که بینایی خود را از دست داده است. یک مرحله در دوران جهاد مرمی خوردم که به طرف چپم اصابت که مرمی در این قسمت علاشیم از گوشم برآمد. چند مرمی بود یکیش این رقم اصابت کرد. بعد من در سال 82 آگار شدم. 14 سال جنگ در افغانستان در حدود 3 میلیون کشته و معیوب بر جا گذاشت. در حدود 5 میلیون تن دیگر نیز در کشورهای دیگر پناهنده شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پاکستان را قاتل چهره های پرنفوذ و جهادی کشور می داند. آقای کرزی می گوید که گفته های ملا منصور دادالله از فرماندهان طالبان نشان می دهد که در عقب قتل های هدفمند کشور حکومت پاکستان قرار دارد. این در حالی است که انتقاد های وجود دارند که پرونده های قتل های زنجیره ای از سوی حکومت پیشین و کنونی
دست کم گرفته شده و حکومت باید در این مورد پاسخ دهد. نخستین حمله انتحاری در افغانستان جان احمدشاه مسعود را گرفت. احمدشاه مسعود در 18 سنباله 1380 از سوی دو هراس افغان عرب تبار که خودشان را خبرنگار جا زده بودند در خواجه بهاءالدین فرخار ولایت تخار ترور شد. حاجی عبدالحق وی یک جهادی بود. او در سال 2001 از سوی طالبان بازداشت و بیدرنگ در همان روز کشته شد. حاجی قدیر او نیز یک جهادی بود. وی در 6 جنوری سال 2002 هنگام خروج از ساختمان وزارت فواید عامه در کابل هدف چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد. عبدالعلی مزاری از رهبران جهادی در 22 حوت 1373 در حالی که برای مذاکره با سران طالبان می رفت از سوی این گروه بازداشت شد و سپس ترور شد. سید مصطفی کاظمی، آقای کاظمی از فرماندهان جهادی در 15 عقرب 1386 در یک حمله انتحاری در بغلان کشته شد. جنرال محمد داوود داوود از فرماندهان نزدیک به احمدشاه مسعود وی در هفت جوزای 1390 در یک انفجار مرموز در ساختمان ولایت تخار کشته شد. شاجهان نوری، فرمانده پیشین ولایت تخار، اونیس در یک انفجار مرموز در ساختمان ولایت تخار کشته شد. مولانا عبدالرحمن سید خیلی، فرمانده پیشین کندوز، او در 19 حوت 1389 در یک حمله انتحاری در کندوز کشته شد. این اما پایان کار نبود و قتل‌های هدفمند ادامه یافت و حتی نام برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین کشور نیز در برگه قتل‌های زنجیره‌ای جای گرفت. برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در محله وزیر محمد اکبرخان کابل ترور شد. خان محمد خان مجاهد، فرمانده پیشین قندهار، وی در یک حمله انتحاری در دفتر کارش در قندهار کشته شد. انجینیر محمد عمر، والی پیشین کندوز، آقای عمر در هنگام ادای نماز جمعه در انفجار یک ماین جاسازی شده در یک مسجد در شهر طالقان کشته شد. احمد ولی کرزی، رئیس پیشین شورای ولایتی قندهار، آقای کرزی در 12 جنوری 2011 در یک حمله انتحاری در قندهار کشته شد. احمد خان سمنگانی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، او در 14 جنوری 2012 در یک حمله انتحاری در مراسم عروسی دخترش در سمنگان کشته شد. مطلب بیگ، عضو پیشین مجلس نمایندگان، آقای بیگ در 4 جدی 1390 در یک حمله انتحاری در تخار کشته شد. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، از جوانان میخواهد تا در هفته شهید به نیروهای امنیتی خون اهدا کنند. احمد مسعود میگوید که جوانان در 18 ماه سنبله به جای گشت و گذار بیجا به نظامیان و غیر نظامیانی که زخمی شدند خون اهدا کنند. احمد مسعود تاکید میکند که تلاش دارد تا در سال آینده اهدای خون در هفته شهید را به یک فرهنگ مبدل سازد. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید گشت و گذار بیجای کسانی را که در هفته شهید به ویژه 18 ماه سنبله سبب آزار و اذیت مردم میشوند تایید نمی کند. وی از جوانان میخواهد که به جای گشت زنی های بیجا در این روز برای زخمیان خون اهدا کنند. بعد از 14 سال که همین جوان ها و نسل جوان، معمولا چرا که اکثرشون جوان ها هستند که تشکیل میتن، که میخیزن و میخواین همین عشق و علاقهشان نشان بدن، این قابل قدر است. این که ما غفلت کردیم و راه درست به اونا نشان ندادیم، این غفلت ماست. توجه کنید، ما بدون شک موافق نیستم با اون قسم گشت و گذار، بدون شک ما موافق نیستم با اون اتفاقاتی که هفته دیدم، قسمی که شما گفتین باعث ناراحتی و بروز یک سبب یک مقدار دردسر شده و آزار مردم شده. احمد مسعود از کشته و زخمی شدن نظامیان و غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی می کند و از جوانان می خواهد که باید به این نیروها کمک کنند. اردوی ما در سنگرها ببینید سربازا و افسران ما در خون می غلطن، اونجا خون می تن. امنیت را کردیم، اونا که در سنگر می رن خون می تن، ما بریم برای حفظ جان اونمو معلولین ما و اونمو زخمی های ما بریم در بیمارستان ها و در ستادهای خوندهی و خون اهدا بکنیم. اینمی یک حرکت خوب است. احمد مسعود هم اکنون در بریتانیا مشغول فراگیری آموزش‌های عالی است. می‌گوید که سال آینده به افغانستان برخواهد گشت.
پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. حمله شاهد شهر کابل در 14 سال اخیر یکی از حملات بی پیشینه بوده است. این حمله خانواده های زیادی را داغدار کرده و هنوز هم در سوگ بستگانشان نشستند. از زمان ترور احمد شاه مسعود در نخستین حمله انتحاری در افغانستان در سال 2001 میلادی تا کنون این حمله ها در کشور از مردم قربانی های زیادی گرفتند. اما در این میان حمله شاهد در کابل در نوع خودش بی پیشینه بود. به خانه یکی از آسیب دیدگان این رویداد می رویم. این حمله جان دو پسر این خانواده را گرفت و 4 تن دیگر آنان را زخمی ساخت. کودک 1 ساله مسعود پس از کشته شدن او برای نخستین بار تصویرش را می بیند و انتظار دارد که پدرش بار دیگر به خانه برگردد. خانم مسعود در آن حمله به شدت زخم برداشته است و تازه از بیمارستان به خانه یکی از بستگانش برگشته است. هیچ کس نه اونجا افتاده ایموند از زیر خیمه لنگ لاشین این تفلک ماسین شوار ماتز دادم ایوار ماتز دادم هیچ کسی باز خواست ما نکد چی کنم؟ این خانواده برای گذشتاندن شب روز سرپناهی ندارد. 53 ارگان میگه حیات آمدن هم متاسفانه واده سر واده هیچ کدامشان نامدن پرسان نکدن که شما در کجا هستین چی میخورین؟ از حمله در شاشهید بیش از 1 ماه میگذرد، اما این بخش ها هنوز هم همچون ویرانه های جنگ به حالش باقی مانده است. در این حمله که شب هنگام صورت گرفت 15 تن کشته شدند و بیش از 400 تن دیگر زخم برداشتند. افغانستان قهرمانان گمنام زیادی دارد. محمد قاسم سرباز پلیس مرزی که 2.5 سال پیش در نبرد با نظامیان پاکستانی در گوشته ننگرهار کشته شد یکی از این قهرمانان است. از محمد قاسم به عنوان فاتح جنگ گوشتنی زیاد شده است. اما جای پای این مرد کی گام می‌گذارد؟ روزگاری که قاسم برای دفاع از کشورش در اینجا گام می‌گذاشت، هر گونه تهدیدی را به جان می خرید تا کشورش در امن باشد و مردمانش را حد زندگی کنند. اینجا ولسوالی گوشته ننگرهار است. 2 سال و 4 ماه پیش نبرد سنگین میان مرزبانان افغانستان و پاکستان بر سر ساختین دروازه رخ می دهد. جنگ همراه با تلفات به هر دو سوی مرز. از مرزبانان افغانستان محمد قاسم قربانی دفاع از وطن شد. محمد قاسم در این بلند داشت دست به موشه برای دفاع از خاکش بود که زخم برداشت. اما قاسم را بخت یاری نکرد. پیش از رسیدن به بیمارستان همسنگرانش را برای همیشه در میدان تنها گذاشت. آقا تاور کی شد؟ تاور کی و؟ بسی قسم شدی شو. ما تم جذبر علا. ازم دی افغانستان خدمت دپاره علا. سنگرش خالی نموند. او کنون حکیم جای پای برادر گام می گذارد. به سنگرش آمده است، آرمان های قاسم را برآورده می سازد. سه فرزند قاسم را نیز همین مرد سرپرستی می کند. کردی بابا وقت که یالتا گفتیو، بیاقی ویلی جدنه، ما سالور زمان نورم پتی دیدم زی، تیرد. از ما مور و پلار. من از وطن سر مینه محبت دارو، مور و پلار را تیجازه را کرده بابا هم ده، ویزی با لرش. از قاسم فاتح جنگ گوشتن نیست یاد شده است. این تنها قاسم نیست که در راه دفاع از افغانستان قربانی می شود. همرزمان قاسم هر روز برای دفاع از وطن قربانی می دهند. مردان مبارز اما گمنام. در نتیجه شلیک هواداران مراسم یاد بود از 14 سال روز ترور احمد شاه مسعود در کابل یک کارمند امنیت ملی کشته شد و یک کارمند دیگر این نهاد و 2 غیر نظامی زخم برداشتند. مقام های امنیت ملی با تایید این خبر میگویند که این افراد امروز در نتیجه شلیک افرادی کشته و زخمی شدند که با گشت و گذار در جاده های کابل در این مراسم شرکت کرده بودند. به گفته این منبع عاملان این گلوله باری شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. 14 سال پس از آغاز پیکار بهار صافگنی هنوز هم افغانستان در آتش جنگ می سوزد. جنگی که بیشترین تلفات آن را غیر نظامیان متحمل شدند. هنوز سوالی که به پاسخ مانده این است که چه زمانی خشونت ها در افغانستان پایان خواهد یافت.
در جنگ زاده شده، با جنگ زیسته و جوانیش نیز بدور از جنگ نبوده است. محمد 24 ساله امروز تنها به بخشی از خواسته هایش دست یافته است. زندگی او مانند هزاران جوان دیگر افغانستان از خشونت ها متاثر بوده است. هرچند این همه او را از پا نینداخته است و می کشد تا به دیگر همسالانش هم امید ببخشد. در این حالی که من تانستم تا اگر در اندازی به آنچه که می خواستم برسم، خیلی از جوانهای دیگه هستند کنا به مراتب دارای استعدادها و لیاقتهای خارق العاده تر بودند، ولی بدبختانه روزگار به اونا یاری نرسانده. چند نسل با همین نابسامانی ها به سر بردند و بیم آن می رود که این کودکان هم سرنوشت مشابه با گذشتگان داشته باشند. این به تصمیمی و نوی از به سرنوشتی زمین ساز فاصله بین مردم و دولت می شود. متاسفانه مردم هیچ نوع اعتماد و حتی در شرایط کنونی هیچ نوع انتظار هم نمی توانند از دولت داشته باشند که در طول چندین سال گذشته به صورت مسلسل خودشان قربانی خواستهای شدند و رأی شدند که به دولت‌های خود ریختند. چون این پنداشته می شود که در بیش از 3 دهه اخیر مردم افغانستان هیچگاه بدور از جنگ نبودند. اما یک دهه اخیر با موجی از امیدواری ها نسبت به پایان این جنگ به همراه بود است. براستی این جنگ به این زودی ها خواهد پایان یافت. تمیم حمید، تولونیوز. از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. احمد شاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در 11 ماه سنبله سال 1332 خورشیدی در روستای جنگلک پنجشیر زاده شد و در 22 سالگی به جهاد آغاز کرد. فرمانده مسعود 14 سال در برابر نیروهای شوروی پیشین جهاد کرد و 5 سال در برابر طالبان به مقاومت پرداخت. اما این فرماندهی جهادی به عمر 52 سالگی از سوی دو تن از اعضای شبکه القاعده که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. احمد شاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در 11 سنبله سال 1332 هجری خورشیدی در روستای جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد. پدر مسعود از افسران ارتش افغانستان در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه بود. دگروال دوست محمد در سالهای کار رسمی پس از هر چند سالی محل کار و وظیفه‌اش تغییر می‌یافت و از یک ولایت به ولایت دیگر موظف می‌گردید. از این رو وی در سالهای کارش به حیث افسر ارتش یا صاحب منصب اردو در ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، بغلان، غزنی، هرات و کابل وظایفی را بر عهده داشته است. بنابراین احمد شاه مسعود همراه با پدر و خانواده به ولایت‌های مختلف کشور رفت و دوران کودکی و نوجوانی را در مکتب‌ها و مدرسه‌های بیرون از زادگاهش سپری نمود. مسعود سال‌های آغاز کودکی را در زادگاهش گذراند. پس از آن به کابل رفت و در مکتب شاه دوشمشیره رحمت الله علیه شامل شد. اما اندکی بعد پدرش در سمت قماندان نیروهای پلیس هرات به ولایت هرات رفت و در مکتب موفق شهر هرات به درس و تعلیم ادامه داد. چندی بعد دوباره به شهر کابل بازگشت. دوران متوسطه را در لیسه استقلال کابل به پایان رساند و در سال 1352 هجری خورشیدی با شرکت در آزمون کنکور وارد دانشکده پلی‌تکنیک کابل گردید. همزمان با ورود به دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک کابل عضویت در نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفت و در تابستان سال 1354 هجری خورشیدی رهبری مبارزه در نخستین قیام پنجشیر در برابر حکومت وقت را بر عهده گرفت و مبارزه اش را از آن زمان آغاز کرد. فرمانده احمد شاه مسعود در نخستین حمله انتحاری در افغانستان به روز 18 ماه سنبله 1380 هجری خورشیدی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. این حمله انتحاری را دو مرد عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند انجام دادند. برای گرامی داشت از 14 سال روز ترور احمد شاه مسعود در پای منار مقاومت در کابل گل گذاشته شد. در این همایش احمد ولی مسعود بر تامین وحدت ملی و مبارزه در برابر جاسوسان در داخل نظام تاکید می‌ورزد و می‌گوید که جاسوسان درون نظام در پی قتل شخصیت‌های دیگر کشور نیز هستند. با نواختن سرود ملی اکنون گام های مقام های حکومتی
به سوی منار مقاومت در چهار راه احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور برداشته می شوند. در این همایش چهره های زیادی از درون و بیرون حکومت شرکت کردند. بزرگ داشت از روز شهدا که امروز در هر خانه ما شهید داریم، یقینا وظیفه هر افغان است که ایره به درستی تجلیل کنه. این مقام ها یکی پی دیگر با اکلیل های گل به منار مقاومت می رسند. قتل‌های زنجیری ممکن نیست بدون ستون پنجم داخل دستگاه دولت. با اون نسبت دولت هر چه عاجل‌تر اینا شناسایی کنه تا بتونیم که بالاخره یک توقف بتیم این قتل‌های زنجیری در افغانستان. در غیر صورت بسیاری شخصیت های افغانستان اینا دارن برنامه دارن که از بین ببرن. در این برنامه از کارنامه های این فرمانده پیشین جهادی به خوبی یاد می کنند و می گویند که ترور قهرمان ملی کشور توطئه بزرگی در برابر مردم افغانستان بود. احمدشاه مسعود دو جنگ بزرگ میهنی را، یک جنگ بر ضد روس ها و یک جنگ بر ضد پاکستانی ها، در تاریخ معاصر کشور قهرمان دو جنگ بزرگ میهنی است. اما اینجا در یکی از شفاخانه های پایتخت، احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود و دیگر نزدیکانش به گونه متفاوت تری از این روز گرامی داشت کردند و با اهدای خون در این روز از کارکرد نیروهای امنیتی ستایش کردند. کسایی که نسل نو هستند بیاین و امیر الگوی خود قرار بدن که بیاین و خون بدن و این دوار هستم که اینم یک فرهنگ شود، چرا که ما نیاز داریم. اکنون که حکومت وحدت ملی در دهمین ماه از فعالیتش قرار داره، بیشتر نگاه ها به کارکرد حکومت دوخته شده که در برابر کسانی که ستون پنجم دشمن در داخل نظام گفته میشه ایستادگی کنه و راه شهید احمدشاه مسعود در کشور تعقیب شوه. سید طارق مجیدی، طلو نیوز. سپاسگزارم از همراهیتان در طلو. در همین حال شهروندان افغانستان به مناسبت هفته شهید از طرف های درگیر می خواهند تا به زندگی غیر نظامیان به گونه جدی توجه کنند. شهروندان کشور از مخالفان مسلح دولت می خواهند تا از خشونت ها دست بردارند و غیر نظامیان را آماج قرار ندهند. شهروندان کشور می گویند که از فضای جنگ و خشونت در کشور به سطوع آمدند. همه مردم پیام اتحاد دارند و هراس افغانان را به صلح دعوت می کنند. تقاضای نهایی مان از او ایده کسانی که در کوپایه ها، در صخره ها، در مقابل مردم بیچاره می جنگه، خواست مان از ایست که کشتن و بستن و زدن رای حل نیست، بیان با پروسه صلح یک جا شوند، در امرارا با برادرای خود در بازسازی، در عمران وطن سهم بیرن. از کشتن، از بستن هیچ چیزی جور نمی شود، جز تباهی، جز بربادی. همه که می خواهیم که همیشه با هم یک جای باشن و در جایی که مشکلات می باشه با هم یک جای مشکل حل کنند. در جنگ، در خون، خون با خون شسته نمیشه، هیچ مشکل امرا با جنگ حل نمیشه. اینان میگویند که هرچی از قصه های بزرگانشان به یاد میآورند جز قصه جنگ خبر خوش نبوده است. باشه از روزی که ما بابا و اجداد ما بر ما قصه میکنند، میگه تا به حال که ما پیدا شد اونا بوده، اونا جوان شده و پیر شدن و رفتن از دنیا، همین قصه جنگ بر ما کرده و کرده تا به حال هم که ما در این حالت قرار داریم، باز هم جنگ است، باز هم قتل خون است. ولی یک بار دیگر به عنوان آخرین بار، البته اگر انسانیت دارن، منطق دارن، اگر خدا را میشناسن، واقعا مسلمان میگن، بیان با دولت افغانستان مصالحه بکنن. اینان از سران حکومت همچنان میخواهند که متحدانه در برابر مشکلات مبارزه کنند. پیام ما به رهبرای کلانای ما ایست که از پیششان جدن تقاضا میکنیم که شما کلانا و شما سرمایه‌دارا و شما عاملین افغانستان دست به دست بتین، بلیاز خدا دیگه کشت و خون در افغانستان ادامه یافت، دست خارج از وطنتان کوتاه کنین. شهروندان کشور یکانه راه رسیدن به امنیت در کشور را در اتحاد تمام شهروندان و همصدا شدن برای آمدن صلح و آزادی در کشور می دانند. سفارت افغانستان در آلمان از هفته شهید گرامی داشت کرد. سفیر افغانستان در آلمان در مراسم گرامی داشت از 14 سالگرد ترور احمدشاه مسعود قهرمان ملی میگوید که مبارزات و جانفشانی شهدا در تشکیل نظام اسلامی، حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور نقش اساسی داشته است. امروز ما در شرایطی از هفته شهدا تجلیل می‌نماییم که هموطنان عظیم و عزیز ما هر روز قربانی تروریسم و دهشت افغانان از خارج کشور میگردند و متاسفانه هنوز هم سلسله شهادت در کشور ما ادامه دارد.
و یکی از اهداف اساسی این شخصیت ها ختم سلسله این شخصیت کشی ها ختم سلسله جنگ در افغانستان نبوده و خواهان آزادی و آرامی و امنیت و ترقی کشور ما بعضی ها نمی باشد. نزدیکان و خانواده محمد سلیم یک سرباز پلیس که 5 روز پیش در چپه دره کنر کشته شد از حکومت می‌خواهند تا به کودکان این سرباز پلیس رسیدگی کند. محمد سلیم باشنده وتپور کنر بود و در یک درگیری شدید با طالبان کشته شد. اینجا روستای قمچی ولسوالی وتپور کنر است، جایی که خانه محمد سلیم در آن قرار دارد. محمد سلیم 3 سال در کنر و نورستان مصروف تأمین امنیت مردمش بود. پدرش اکنون در نبودش فرزندانش را نوازش می دهد و در مراسم فاتحه فرزندش نشسته است. این پدر پیر با کشته شدن فرزندش در راه تأمین امنیت کشور افتخار می کند، اما از رسیدگی نشدن به نواسه هایش از سوی دولت انتقاد دارد. محمد سلیم 6 فرزند دارد که بزرگترین آن 8 سال دارد. اسمش سهیل است. این هم دختر محمد سلیم است که غم از دست دادن پدر چشمانش را پر اشک ساخته است. این کودکان از شدت اندوه و غم حتی درست سخن زده نمی توانند. نبلا زغا ناکیز بلا ملا بل سلک جب داری حال تشهید شو نغمات هر چیش از را بس خفای. کاکا و نزدیکان این سرباز پلیس کوکنون خانواده اش را با انبوهی از مشکلات تنها گذاشته، از حکومت خواهان رسیدگی به خانواده محمد سلیمند. در کنار آن، آنان خواهان رسیدگی به مشکلات خانواده های کشته شدگان نیروهای امنیتی هستند. دشمن وطن ما را آرام نمانده بچیم. آن بچیم من دست دادم 6 تا حالاتش. شب و روز ما هم گریان میکنم، هم نماز میخوانم. اما خدای پاک چیز میکنم که هر کس که خاک وطن همه تور بچی مرد دیگه بچه را همه تور میکنه خدای جان جزایش بده. عالمان دین در مراسم فاتحه محمد سلیم میگویند که همه مردم کشور باید از جنگ دست بکشند تا هیچ فرزندی از سایه پدر محروم نشود. نماد دارن طرف خیل ده چه دیخ پل منسکی کینه و اتفاق و اتحاد او سوله و که او ده بیتفاقی دالمن نور طوله که قابل یادآوری است که به روز 13 ماه سنبله سال جاری جنگ سختی در ولسوالی وتپور کنر در گرفت و در این نبرد مخالفان زیادی بر پاسگاه‌های نیروهای افغان در این ولسوالی حمله کردند. مادر یک افسر پلیس که 6 ماه پیش از سوی هراس‌افگنان در ولایت بلخ کشته شده از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهد تا دست از نبرد بردارند و با هم صلح کنند. وی می‌گوید که مرگ فرزند برای مادر بسیار سنگین است و نباید بیشتر از این دل‌های مادران این سرزمین را با مرگ فرزندانشان داغدار کند. مادر یک افسر پلیس است که در سوگ از دست دادن فرزندش اشک می‌ریزد و فریاد می‌کشد. عبدالقیوم افسر پلیس ویژه در بلخ بود که 6 ماه پیش در یک رویداد انتحاری در دادستانی ولایت بلخ کشته شد. از او 6 کودک به جا مانده است که سرپرستی آنان به دوش پدر 68 ساله و مادر 56 ساله اش است. مادری که می‌گوید تحمل مرگ فرزندش سنگین است. هر کس که خاک وطن همه تور بچی مرد دیگه بچه را همه تور میکنه خدای جان جزایش بده. خدای پا خودش نگاه کنه. این 2 کودک فرزندان افسر پلیس است که از مکتب به خانه بازگشتند. تحمل مرگ پدر برای آنان دشوار است، اما تلاش میکنند که درس بخوانند و آینده ای روشن داشته باشند. ما میخواهیم که درس بخوانیم و آینده خوب اینجا باشیم. خرج مکتبی که خورده دادی؟ نه. حالا درس بخونم دانده یک دکتر شم. و آنی چی توقع داری؟ توقع ایم است که دولت کمک کنم. تنها یادگاری که از پدرشان باقی مانده است شاید این عکس باشد. گاهی هم این کودکان با عکس پدرشان درد دل می کنند و شاید مشکل ناداری و بیپروایی حکومت نسبت به زندگیشان را با عکس پدرشان در میان بگذارند. پدرم دوست داشتم. پدرم گیجان میگیره خفم میشم. هر روز میبینم. میگوید مرگ فرزند 34 سالش کمرش را شکسته است.
اکنون با ریختن اشک می خواهد که دردش را تسکین دهد. می گوید در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند و دولت باید بر بهبودی وضعیت زندگیشان توجه کند. دولت ما توقف مهمی است که بس است دیگه. یه جنجال همه که بس است. مردم کشته شد، در بدر شد، بی خانمان شد، بی پدر شد، بی مادر شد. کل مردم در بدر خاک بدر شد. بس است همه که دیگه کشته شد. این کوچکترین دختر عبدالقیوم است که به جای آغوش پدر در آغوش پدر کلانش جا باز کرده است و شاید به آینده ای میبیند که راه بس دراز و مملو از فراز و نشیب را در پیش دارد. آینده ای که معلوم نیست در نبود پدر چیگونه رقم خواهد خورد. پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. حملات هوایی استرالیا بر داعش در سوریه تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. نخست وزیر استرالیا هشدار می‌دهد تا هنگامی که جنگجویان داعش به گونه کامل نابود نشوند، امنیت در خاورمیانه باز نخواهد گشت. نخست وزیر و وزیران خارجه و دفاع استرالیا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در شهر کانبرا حضور یافتند. در این نشست نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که حمله های هوایی این کشور بر داعشیان در سوریه تا چند روز دیگر آغاز خواهند شد. تونی ابوت بر ادامه حمایت این کشور از پناهجویان سوری نیز تاکید می‌ورزد و می‌گوید که 12,000 پناهجوی سوری و عراقی از سوی استرالیا پذیرفته خواهند شد. چنان که همه ای ما می‌دانیم، داعش مرزها را احترام نمی‌کند و حمله‌هایی را که آنان در عراق انجام می‌دهند، از پایگاه‌ها در سوریه طرح‌ریزی می‌شوند. تا هنگامی که داعش در سوریه شکست داده نشود، شکست این گروه در عراق امکان پذیر نخواهد بود. استرالیا از یک کمک 31 میلیون دلاری دیگر به 240,000 پناهجوی سوری و عراقی که در اردوگاه‌ها در اردن، لبنان و ترکیه به سر می‌برند نیز خبر می‌دهد. ما با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از نزدیک کار میکنیم تا بتوانیم به مشکلات پناهجویان رسیدگی نماییم. با فرا رسیدن زمستان نیاز است تا نیازمندی های اولیه زندگی به شمول مواد خوراکی و آب آشامیدنی برای پناهجویان فراهم شود. حمله های هوایی ائتلاف جهانی بر رهبری آمریکا سال پار میلادی در عراق و سوریه آغاز شدند، اما این ائتلاف تا کنون به نابودسازی کامل داعشیان در این کشورها موفق نشدند و با گذشت هر روز شمار پناهجویان افزایش می‌یابد. حکومت ایران آماده است تا برای پیدا کردن راه حل به بحران سوریه با آمریکا و عربستان سعودی بر میز گفتگو بنشیند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که با باوروی پیدا کردن راه حل به بحران سوریه تنها از راه گفتگو امکان پذیر است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در یک نشست خبری با همتای اتریشیش در تهران حضور یافت، بر پایان یافتن خشونت‌ها در سوریه تاکید می‌ورزد. حسن روحانی می‌گوید که ایران آماده است تا با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی درباره پیدا کردن راه حل به بحران سوریه گفتگو کند. ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه اون جلسه خواهد بود، حضور پیدا خواهد کرد. با هر که حاضر حرف بزنه و مذاکره کنه، با کشورهای منطقه، با قدرت‌های جهانی. در همین حال رئیس جمهور اتریش میگوید که این کشور خواهان گسترش روابطش با ایران است. ایران اتریش از روابط دیرینه‌ای برخوردار هستند. اتریش کشوری است که هیچ ریکورد استعمار در ایران ندارد. ما خوشحال هستیم که چنین مشکلی میان کشورهایمان وجود ندارد. هنس فیشر نخستین رئیس جمهور یک کشور اروپایی است که پس از دست یافتن ایران و گروه پنج به اضافه یک به توافق نهایی هسته‌ای از ایران دیدار می کند. قرار است وی با دیگر مقام های بلند پایه ایرانی به شمول آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز دیدار و گفتگو کند.
استرالیا 12,000 پناهجوی عراقی و سوری را میپذیرد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا میگوید که این کشور آماده است تا با کمک‌هایش به پناهجویان عراقی و سوری ادامه دهد. حکومت استرالیا در کنار آلمان و بریتانیا از آمادگی این کشور برای پذیرش پناهجویان سوری و عراقی خبر می‌دهد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا میگوید که حکومت این کشور با کمک‌هایش برای پایان دادن به بحران پناهجویی در اروپا ادامه خواهد داد و این کمک‌ها از طریق برنامه‌های سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در عراق و سوریه انجام خواهد شد. استرالیا 12,000 پناهجو را که در نتیجه جنگ‌های داخلی در عراق و سوریه به جا شده‌اند میپذیرد. این اقدام مهم به خاطر رسیدگی به بحران پناهجویی صورت میگیرد و این یک اقدام سخاوتمندانه در حالت اضطراری میباشد. از سوی دیگر وی از گسترش فعالیت‌های گروه داعش در خاک سوریه ابراز نگرانی می‌کند و تاکید می‌ورزد تا هنگامی که داعش در سوریه شکست داده نشود، شکست این گروه در عراق ناممکن خواهد بود. حمله های هوایی ائتلاف عرب به رهبری عربستان در یمن 31 کشته بر جا گذاشت. شاهدان میگویند که جنگنده های ائتلاف عرب حمله های پیهم را بر پایگاه های شورشیان حوثی در بخش های گوناگون یمن انجام دادند که بیشتر کشته شدگان شورشیان حوثی هستند. جنگنده های ائتلاف عرب بخش های از شهر صنعا را آماج حمله های هوایی قرار دادند. نوارهای تصویری پخش شده نشان می دهند که جنگنده های ائتلاف عرب خانه یک رهبر بلندپایه شورشیان حوثی را آماج حمله های هوایی قرار می دهند. فی تمام الساعه 12 و 5 دقیق. ساعت 12 شب موشکی که توسط جنگنده های ائتلاف عرب پرتاب گردیده بود به خانه جنرال خالد برخورد کرد. پدر وی کشته شد، دو کودکش زخم برداشتند. اما این فرمانده اوسی ها از این حمله جان به سلامت برد. حمله های هوایی ائتلاف عرب از چند روز به این سو به پایگاه های شورشیان حوثی شدت یافته است که بیشتر کشته شدگان این حمله ها شورشیان حوثی هستند. دبیر کل سازمان ملل ادامه جنگ داخلی را در سوریه که سبب بحران پناهجویی شده شرم‌آور می‌خواند. بان کی‌مون طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به نقض حقوق بشر و مرتکب شدن جرایم جنگی متهم می‌کند و می‌گوید که حکومت بشار اسد بر بنیاد قوانین جهانی مسئولیت دارد تا از غیر نظامیان در سوریه محافظت کند. ادامه جنگ داخلی در سوریه و گسترش فعالیت‌های گروه داعش در این کشور دبیر کل سازمان ملل متحد را نگران ساخته است. بان کی‌مون از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از بحر ناتوانی برای پایان دادن به بحران سوریه انتقاد می‌کند و می‌گوید که کشورهای ابرقدرت جهان در شورای امنیت به خاطر اختلاف‌هایی که دارند نمی‌توانند به بحران سوریه پایان بدهند. دبیر کل سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان می‌خواهد که بی‌درنگ به خاطر پایان دادن به بحران سوریه گام بردارند. حکومت سوریه باید بر بنیاد قوانین جهانی از غیر نظامیان در سوریه محافظت کند. جنگ سوریه غم بزرگ برای سوریه و نماد شرم می باشد. قضاوت تاریخ از سوریه بسیار سخت خواهد بود. بحران سوریه تا کنون به بیجا شدن بیش از 11 میلیون تن از این کشور انجامیده است و شمار زیاد از این بیجا شدگان در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی هستند که این کار یک بحران پناهجویی را در اروپا به بار آورده است. پاکستان نمی‌خواهد تا هند به توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان بپیوندد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که پاکستان درباره شامل شدن هند به توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان مخالفت کرده و به همین علت گفتگوها درباره چهارجانبه شدن این توافقنامه میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هند متوقف شده است. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع با نگرانی از توقف گفتگوها درباره توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان میگویند که به علت مخالفت پاکستان برای شامل شدن هند در این توافقنامه مشکلات بازرگانان افغان در پاکستان حل ناشدنی ماندند. آنان میگویند تا زمانی که در این توافقنامه هند شامل نشود و بازرگانان افغان به بندرهای واگا و گوادر دسترسی پیدا نکنند، این توافقنامه به سود کشور نخواهد بود.
پاکستان باید را قبول بکنه که این قرارداد باید سه جانبه نه بلکه چهار جانبه شود. او را در سفری که وزیر تجارت پاکستان آمده بودن و رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان مطلق برشان گفتن که ما در این رابطه صحبت نمی کنیم تا که هندوستان داخل نشود. بازو گفت که برای ما این خط قرمز است، ما هندوستان شامل نمی کنیم. بنان صحبت ها متوقف شد و تا حال متوقف است. از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع میگوید که دو نشست فنی درباره این توافقنامه میان کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان انجام شده است و حکومت افغانستان برای چهارجانبه شدن این توافقنامه میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هند به پاکستان پیشنهاد کرده است. اما تا کنون پاکستان درباره شامل شدن هند در این توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی جواب نداده است. افغانستان سه پیشنهاد در اونجا داشت که این سه پیشنهاد پذیرفته شد به خاطر از اینکه این مائده سه جانبه بسیار خوب عملی کرده. اول استیکر شدن ویزاها، ویزا از طرف وزارت خارجه هر کشور داشته. دو تسهیلات در تضمینای بانکی که پیشنهاد خاص ما 6-7 ماده بود بر جانب هیئت دادیم. مسئله سوم تجارت افغانستان از بندر، از مجرای بندر واگعتاری با کشورهای جنوب آسیا و این پیشنهادات افغانستان هیئت که از کشور تاجیکستان و از کشور پاکستان بود با خود بردن تا کنون جواب مثبت یا منفیش نامد. شماری از آگاهان اقتصاد با در نظر داشته سیاست‌های دوری پاکستان در قبال افغانستان میگویند که حکومت باید تلاش کند تا مشکلات ترانزیتی افغانان را در پاکستان برطرف سازد. که پاکستان غواړي چې هند سره خرابته لري باید ور سره اقتصادي روابط جوړ کړي، نو هم با افغانستان تر خوشاله هم با تاجکستان تر خوشاله. نو که دا خاص دی او خاص نکته په خاطر چې هغه دوی سره په خپل استراتیجی کې دی د دې مخالفت کوي، نو هم هند ته نقص دی، هم افغانستان ته نقص دی، هم تاجکستان ته نقص دی، او په خپل پاکستانی ولس ته نقص دی. این در حال است که بازرگانان افغان انبار از مشکلات زیاد در راه‌های پاکستان شکایت داشتند. شماری از بازرگانان با انتقاد سخت از حکومت می‌گویند که بانک توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان انبار از سوی پاکستان نادیده گرفته می‌شود، اما مقامات حکومتی هیچ واکنش تندی در برابر این کار پاکستان نشان نمی‌دهند. مسئولان وزارت فواید عامه از آغاز کار ساخت راه آهن آقینه مزار شریف تا یک سال دیگر خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که با پایان بررسی‌های فنی و اقتصادی این راه آهن تا یک سال دیگر کار ساخت راه آهن آقینه آغاز خواهد شد. راه آهن آقینه که با ساخته شدن آن راه آهن سه کشور افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان با هم پیوند می‌خورد، با درازی در حدود 600 کیلومتر از ترکمنستان آغاز با گذشتن از آقینه اندخوی شبرغان به ولایت بلخ می‌رسد و از آنجا با پیوند شدن برای آهن حیرتان به مرزهای تاجیکستان می‌پیوندد. مسئولان اداره خط آهن وزارت فواید عامه میگوید که بررسی‌های فنی و اقتصادی این راه آهن در کشور آغاز شده است و قرار است برای آغاز کار ساخت راه آهن آقینه 70 میلیون دلار در بودجه ملی سال آینده درخواست شود. مطالعات تکنیکی و اقتصادی و دیتیل دیزاین شما ما تکمیل کردیم، منتظر این جلسه که یک هفته پیش قبل صورت گرفت و یک جلسه تکنیکی با جانب ترکمنستان ارائه خواهد شد و هرچی آجلتر انشاءالله با ما قسمی که از طریق مجرای دیپلماتیک چی شده خبر داده شده فوری 2016 کار ساختمان باید در خاک یا در قلمرو افغانستان شروع شود. مسئولان اداره خط آهن وزارت فواید عامه میگوید که در ساخت خط آهن آقینه نبود منابع فنی، نبود امنیت، کمبود بودجه و نبود ابزار پیشرفته از چالش‌های اساسی است که باید برای حل آنها اقدامات انجام شود. در این حال شماری از آگاهان اقتصادی ساخت راه آهن آقینه مزار شریف را از پروژه‌های مهم برای رشد حمل و نقل کالاها در کشور می‌دانند. آنان میگویند که این راه آهن برای حمل و نقل کالاهای بازرگانی در منطقه با اهمیت است. خط ریل بندر حیرتان تا آقینه هم یکی از راه های بزرگ تجارتی افغانستان محسوب می شود که با تکمیل شدن این راه آهن یا خط ریل می تواند که تاثیر مستقیم بالای اقتصاد خانواده ها داشته باشد و حداقل آدم مصروف کار شود و امتعه و اموال تاجرهایی که چی داخلی هست و چی بیرونی هست بتواند خیلی به سهولت
و به سرعت تمام از یک بندر به بندر دیگه انتقال بکنه و از یک کشور به کشور دیگه منتقل شود. این در حالی است که چند پیش مقام‌های ترکمنستانی نیز با در نظر داشت اهمیت رای آهن آقینه مزار شریف و حیرتان با حکومت افغانستان وعده کرده است که در ساخت این رای آهن حکومت افغانستان را یاری خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه تان خوش. از هشدار بسیج مردمی تا گم شدن پرونده ترورهای زنجیره‌ای، اگر یکی توطئه ها ادامه پیدا میکنه، دکتر صاحب عبدالله ششتر رئیس بی جمهور هم شاید بشنوه. من میگم که یا این ملت بسیج کنین، و اگر بسیج نمیکنین ما این ملت بسیج میکنیم. قهرمانای از این قبیل ما تقدیم رای خدا کردیم و این قهرمانا را در میان خود داریم. پس ملت افغانستان ملت ضعیف نیست. افغانستان حکومت مزدور را قبول نمی کند. همینجا باشین، تعلیم کنین و این خاکتان را بهتر از جای بسازین که بوجه پناه می کنین. 14 سال از ترور احمد شاه مسعود گذشت.